ولی بازم رو تو برگردون یا رفتی پی کارت. خب چی شد؟ تو چی ماما؟ وقتی از بیمارستان مرخص شدم به جای که به من توجه کنی به رابطم با فریها توجه کرد. واقعا برای تو متاسف. بهتره مام دیگه بری. خانوم شبتون بخیر. خوش اومدین. ایشالا دفعه بعد با همسرتونم آشنا میشیم. خدافظ. دخترم شب خوش. کورای پاشو برو دست و صورتتو بشور و بعدش برام یه تاکسی خبر کن. خودم میرسونمت. خواهش میکنم. آیسون تو مادر خیلی خوبی هستی. هر کاری از دست برمیومد کردی. به خاطر پسرت این همه سال آدمی مثل منو تحمل کردی. تو واقعا مادر خوبی هستی. مثل آدم که کفشامونم در میاریم بازم فایده ای نداره. یکی دیگه با کفش میاد تو. محمد خب اونا اینطوری هستن دیگه. یه جوری بهت نگاه میکنن انگار ما آدم نیستیم. اون خانوم نگران پسرش بود واسه همین اونطوری رفتار میکرد، وگرنه فکر نمیکنم منظوری داشته باشه. بابا تو رو خدا ول کن، تحقیرمون میکنن، از ما خوششون نمیاد. بیاینم از دوستات. شب بخیر. خدیجه انقدر فکر نکن. بگو ببینم داری به چی فکر میکنی؟ به هیچی داداش. کشت اول چون نهد معمار کج، تا سریا میرود دیوار کج. مگه ندیدی؟ مادر شوهر دخترم حتی ترومون نگام نکرد. تازه آقا دامادو ببین مست و پاتیل میاد خونه. ای خدای من، مگه ما در حق بقیه چی کار کردیم که این بلاها سرمون میاد؟ محمد دیدی خونشون خیلی قشنگ بود نه؟ ولی لباسای کرسوم اصلا مناسب اونجا نیست. باید بره برای خودش لباسای جدید بخره. سر تمامش کن، نمیخوام چیزی بشنوم. خیلی خوب تو هم فکر میکنی نمیدونم تو هم حواست پیش اون تلویزیونه. خب هممون به یه چیزی فکر میکنیم، فقط چون من به زبون میارم همش میگین زشته. مگه تو دوست نداری تو همچین خونه زندگی کنی؟ درست مثل طبقه بالایی یا راحت باشی؟ این که یه ماشین زیر پات باشه یا یه تلویزیون بزرگ داشته باشی ها؟ میگم خوش به حال کلثوم الان دیگه خوشحال و خوشبخته. هر وقت حوصله‌اش سر بره میتونه بره تو حیاط خونش بشینه. اگه بگه شوهرشونو با ماشین هر جایی بخواد میبره. خب این که آدم بخواد یه زندگی خوب داشته باشه یا این که بخواد مثل اون زندگی کنه مگه بده؟ فردا همه چی بهتر از امروز میشه. به من اعتماد کن. اعتماد میکنم. صبر کن. وای خیلی بهت میاد.
یعنی تو واقعا الان راننده شخصی مادر استاد لونتی؟ خب چرا دیروز به هم نگفتی؟ خواستم سورپرایزت کنم. اگه یه کلاهم بذاری و ریشاتم بزنی خوب میشه ها. ول کن، میخوای مسخرم کنن سهر؟ آره راست میگی، اون موقع همه میفهمن که رانندی، ولی الان به نظر میاد که صاحب ماشین هستی. راست میگی؟ کار تموم شد زنتو میبری یه دور بگردونی؟ نه حرفشم نزن، هر بلایی سرمون اومد از همین یه دور زدن اومد. کار جدید گرفتی؟ تبریک میگم. ممنون. دیگه نمیتونم برسونم ات دانشگاه، برو تو از اتوبوس جا نمونی. روز خوبی داشته باشید. مواظب خودت باش. هی منم میرم یه سر پیش گلفیدان. فقط همون میتونه آرومت کنه. صبح خیر. صبح خیر. به خاطر دیشب پکری؟ حال روز کره یه کلسومو میبینی که میدونستم بین خانواده همون اختلافات زیادی وجود داره، اما تازه دیشب فهمیدم که این اختلافات چقدر عمیقه. تا وقتی با همیم هیچ کدوم اینا معنی ندارن. با دیدن پدرم مادرت دست پاچه شدن، خیلی از دست عصبانی شدن. این که چیز جدیدی نیست. از وقتی تو زندگیت اومدم چیز جدیدی نیست. من و مامانت با هم صحبت میکردیم، از تو میگفتیم، تو هم داشتی بهش نزدیک میشدی، حتی رابطت با بابات هم داشت خوب میشد. همش تقصیر منه، به خاطر من دارین از هم دیگه دور میشی. درسته که من پدر و مادر دارم، ولی ما یه خانواده نیستیم. این ربطی به تو نداره، به خودمون مربوطه، مربوط به فاصله که بینمون افتاده. وقتی زندانی بودیم حتی اونا متوجه نبوده هم نشدن، وگرنه نیومدنشون دلیل دیگه ای نداره. همون قدری که تو از دست اونا نراحتی، اونا هم هستن. مثلا پدر من خیلی نراحته، فکر میکنه همه این اتفاقات تقصیر اونه. البته ما راجع به اینا صحبت نمی کنیم، ولی شما میتونیم به حرف هم دیگه گوش بدیم. من نمیخوام به غیر از خودمون به چیز دیگه ای فکر کنم. به غیر از تو هم نمیخوام با کسی دیگه ای حرف بزنم. تا وقتی فاصله های بینمون از بین نبرم، نمیخوام به غیر از تو به چیز دیگه ای فکر کنم. والا چرا دروغ بگم، بعد از عروسی منتظرتون بودم. دخترای ما شما رو ترسوندن؟ نه کوچیکترین چیزی که در مورد پسرم دیدی، شنیدی یا شک کردی، بلا فاصله به هم زنگ بزن و در مقابلش در قبالش هر چیزی که حق تر رو میگیری. اگه چیزی از دست در بره یه قیرونم بهت نمیدم. نگران نباش، من چیزی از خلم نمیدازم. بود پسرش بالا پیدا کنه، اومده بود ببینه ما کلیدار داریم یا نه. بابا
بابا نمیخوای بیای تو؟ اونر اومدی؟ بله خانم، درست بعد از ما رسیدن. لطفا منتظر بمون. باش. نتایجی که دکترتون از ازمیر فرستادن با نتایج آزمایشات امروزتون هیچ فرقی ندارن. قبلنم به شما گفته بودم به غیر از عمل جراحی راه دیگه ای ندارین. من نمیتونم این ریسکو بکنم. هیچ اجباری در کار نیست، ولی وقتی بحث آنوریسم میاد وسط ما هیچ گزینه دومی نداریم. چقدر وقت دارم تا تصمیم بگیرم؟ نمیتونم تو این وضعیت بهتون یه جواب قطعی بدم. لطفاً با من روک باشید. تو شرایطی که شما هستین هر لحظه ممکنه هر اتفاقی بیفته خانم. ممنونم. پیشنهاد خیلی خوبیه، ولی من بازم مطمئن نیستم. تو خودت شرایط جنسو رو میدونی. آخه چرا همیشه اینقدر بی نقص هستی؟ بی نقص؟ به خاطر دختری که از نظر روانی مشکل داره داری زندگی خودتو تباه میکنی. من خیلی به این رفتارت احترام میذارم، اما فکر نمی کنی بین این همه استرسی که داریم حقمونه که حداقل آخر هفته رو استراحت کنیم؟ بریم یه جایی که ساکت و آروم و دور از اینجا باشه. اون سر و فولو چرا نگفتن به تو انقدر سخته؟ خب پس میبینمت. میبینمت. آیسون تو اینجا چی کار میکنی؟ تو با اون زن رابطه داری؟ این مزخرفات چیه داری میگی؟ حرف تو باور نمی کنم. تو باهاش رابطه داری؟ وقتی ماشین تو دم در دیدم فکر کردم برای دیدن پسرت اومدی اینجا. فکر کردم به خاطر دیشب تو هم به اندازه من ناراحتی. چقدر احمقم. میبینم که خیلی سرحالی. حتما کار ایکلره. آره مامان، پسر باحالیه. پس همه چی داره خوب پیش میره نه؟ تقریبا. دوست هانده با اون کارش همه رو سورپرایز کرد. قرار نیست که منم اینطوری سورپرایز بشم نه؟ کارایو میگی؟ مامان خواهش میکنم، مگه من بهت نگفتم که هیچ وقت ازدواج نمیکنم؟ هنوزم باورم نمیشه. هانده خیلی حالش بد بود. قبلا هیچ وقت اینطوری ندیده بودمش. منم باورم نمیشه که عروس دخترم به یه فریحا بوده. آدم ها وقتی عاشق میشن چقدر بیپروا میشن. ممکنه بتونن از نظر مالی مشکل رو حل کنن، ولی اختلاف فرهنگی چی؟ اونو چطوری حل میکنن؟ کار خانواده هاشون خیلی سخته. خدا بهشون کمک کنه. داداش این چیزی که میگی خوبه؟
ولی یه وقت مشکل ساز نشه. اگه یه وقت وسط راه ما رو بذاره از کار و کسبی میفتیم. نه خیالتون کاملا راحت باشه آقا، سری میره، از نفس نمیفته. اصلا نگران نباشید، انشالله که خیر. باشه، دستت درد نکن. سلام محمد جان. همه ی مشتری ها سراغتو میگیرن. بالاخره یه کاریش میکردی، چرا دیگه نموندی؟ نه دیگه داداش، اینجوری نمیشد کار کرد، درست نبود. همینجوری هم کلی باعث زحمت و استاق غضنفر شدم، یه کار جدید پیدا کردم. آها جدی؟ خب به سلامتی. سلامت بشین. خب دیگه من برم به کارم برسم. میبینم. کردم ولی بیدار نشدی. نهار میخوری؟ مامانم خریده، من مال خودم رو دست کردم. کلثوم، من نمیتونم حلق دستان کنم، نمیتونم بهش عادت کنم. اشکالی نداره. باشه آماده است، من لباسو براتون میفرستم. خدا فرس. آه سلام، خوش اومدین. سلام. چیزی شدی؟ تونین خانم، میشه یه کمی صحبت کنی؟ البته. بفرمایید. تولین خانم، شما سنم خانمو چه مدت میشناسی؟ از وقتی با هالدون ازدواج کرده. مگه مشکلی پیش اومده؟ بله یه مشکلی هست. اون با اونال رابطه داره. شما از این موضوع اطلاع داشتی؟ نه اصلا خبر نداشتم. حالا چقدر ناراحت شدی؟ شما که از هم جدا شدی. آه چون ایشون همسر سابق شما. چیزه، فکر کنم یکمی از خود بی خود شدم. بهتره فرض کنیم که اصلا این مکالمه صورت نگرفته. خواهش میکنم، روز خوش. خدافظ. امیر، من از این قایم موشک بازی ها دیگه خسته شدم. چقدر دیگه قراره خانواده همونو نادیده بگیریم؟ ها؟ تا وقتی که اونا مجبور بشن ما رو ببینن. به نظرت میتونی؟ آره میتونی.
اجازه نمیدم هیچی اینو خراب کنم. از اینکه اینجا پیادت کنم متنفرم، از اینکه هر جایی تو رزم باشیم پیاده کنم متنفرم، از اینکه همیشه تا صبح منتظر بمونم تا ببینمت متنفرم. منم از اینکه تو رو میذارم و میرم متنفرم. آقا محمد چی شده؟ چرا وایسادی؟ جلوتر برو، ما رو با هم ببینم. وقتی رسیدی به هم زنگ بزن. باشه. الو کارای. باشه. خیلی قشنگ میزنی. مادرم خونه نیست. آره خودم میدونم، دیگه باید پیداش بشه. خودش بهم زنگ زد. من فکر میکردم باید به موسیقی خشنتری علاقه داشته باشی. خیلی تعجب کردم. تو هم منو متعجب کردی. سلیقه جالبی داری. وقتی من هم سن تو بودم ساکسیفون حتی به ذهنم نمیرسید. سازی که میزدم درام بود میدونم، ولی منظور من اصلا این نبود. زنا؟ زنا؟ بعد از زنی مثل سنا رفتی سراغ یه دختر معصوم و جوان. راستی خوشحالم که نجات پیدا کرده. نمیدونستم اینقدر به این موضوعات اهمیت میدی. از بس که جالبه، سنا برای تو و تو برای اون دختر عذاب میکشی. جالبه؟ یا خیلی باهوشی؟ یه که سنم همه اینا رو برای تعریف کرده. خیلی باهوشن. لوند خوش اومدی. بچه ها برای چی دمه در وایستادن؟ من تازه اومدم، بفرمایید. خوبه بیا تو. آره آره تقریبا اومدم، میخوام از خونه برم بیرون. میبینم جایی داری میری؟ آره برای آخر هفته با دوستان برنامه گذاشتیم که با هم باشیم. با تولین صحبت کردم، میگفت لارا خیلی خوشحال میشه آخر هفته دعوتت کنه. آها، یعنی مثل بچه کوچیکا داری منو میسپری به همسایه ها. گفتم شاید نخواه تنها بمونی، همین. خب فکر خوبی کردی. راستی یادت نره داروهاتو بخوری، قوطی داروهاتم گم نکن. میدونی که بدون نسخه دارو نمیدن. به نظر داروها که تأثیرشون رو نشون میدن. خیلی خوب، پس من میرم مزو، اونجا یه کمی سرم گرم میشه. خدافظ. به خاطر امیر تو این آپارتمان موندیم، یعنی اگه اونم میگفت بریم اون وقت دیگه نمیتونستیم اینجا بمونیم. به کدومتون تبریک بگم؟ به تو یا به اون؟ چطور این کارو با ما میکنی؟ چطور این کارو با ما میکنی؟ دیدمتون که داشتین همدیگر رو میبوسیدید. چطور این کارو با ما کردی؟
چطور؟ چطور این کارو کردی؟ پاشو دختره بی چشم رو تو داشتی اونو میبوسیدی؟ من به چی گفته بودم؟ چی گفته بودم؟ مگه بهت نگفتم حق نداری ببینیش؟ با تو هم من بهت چی گفته بودم؟ چی گفته بودم ها؟ من بهت هشدار داده بودم. تو خجالت نمی کشی که این کارو کردی؟ محمد بابا داری چی کار میکنی؟ بابا موقع بوسیدن دیدمش، دیدمش که داشتی پسره رو میبوسی. عوضی پاشو ببینم چی شد. پاشو بزن دیگه، زود باش دیگه، زود باش. امیر، امیر چی کار داری میکنی؟ آروم باش، برو اون وقت برو سوار شو. آقا رضا بلند شد، بیاین بیاین اینجا بشین. بلند شو محمد. گوشی رو بدی به پری ها؟ خیلی خوب فهمیدم. ببین اگه چیزی شد خبر بدین. باشه، خدافظ. چی شد؟ نتونست صحبت کنه، خوابیده بود. کرای من باید برم. امیر صبر کن، کجا میری؟ اگه بری همه چی بدتر میشه. خب چی کار کنم؟ تا کی باید منتظر بمونم؟ بذار اوضاع آروم بشه، الان بری فقط اونا رو بدتر تحریک میکنی. یکم به فکر فریها باش. من میرم و فریها رو از اون خونه میارم بیرون. امیر نرو. ببین منم دختر اون خونم. وقتی تو اونطوری محمد رو کتک زدی نمیتونی دست فریها رو بگیری از خونه بیای بیرون. فریها میخواد بیاد ولی هیچ وقت نمیاد، چون اگه بیاد دیگه نمیتونه برگرده به اون خونه. تو رو خدا نرو امیر. خیلی خوب، منو نمیبینن، نگران نباشین، صبح باز میام اینجا. Thank you.
خدایا به من قدرتی بده تا طاقت این مصیبت رو داشته باشم. پروردگارا کمکم کن تا تصمیم درست بگیرم. کمکم کن، یه راه چاره نشون بده. من باید چی کار کنم؟ من با این دختر چی کار کنم؟ خدایا من چجوری پسرم رو کنترل کنم؟ خدایا خودت کمکم کن، خودت کمکم کن، کمکم کن. اتوبوس میرم. این چه حرفیه؟ من میرسونم بعدش میام دنبالت. سلام. سلام. از فریها خبری داری؟ نتونستم باهاش صحبت کنم چون داییم گوشیشو ازش گرفته، ولی من الان دارم میرم خونه شو. خواهش میکنم آروم باش، من بهت خبر میدم. تو برو تو،
بیا اینم کلیدا، راحت باش، من میرم کلسوما برسونم. برو. خدیجه. بله داداش. فریها رو بیدار کن، بگو بیا. باشه داداش، ولی گفتم بیدارش کن. فریها، بله بابا. ادامه سریال در وبسایت مووی باز. امشب با محمد را میفتی میری، تو رو میبره پیش مادرت. از این به بعد اونجا خونه توه. همین داداش، فریها کجا بره؟ پس دانشگاهش چی میشه؟ درسش رو نصفه بل کنه؟ همین که گفتم. بابا این کارو نکن، من دانشگاه میرم. خونه من اینجاست. دیگه نیست فریها، از این به بعد خونه تو اینجا نیست. بابا خواهش میکنه، خواهش میکنه. زندگی تو دیگه تو استانبول تموم شد، فهمیدی؟ بابا این کارو نکن. بابا تو رو خدا، بابا